با نام یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امروز میخوام یه سایتی رو بهتون معرفی کنم که اطلاعات خیلی خوب و جامعی میتونه بهتون بده در مورد کشورها. پیش اومده که شاید ما بخوایم بریم یه کشور دیگه زندگی کنیم و خیلی اطلاعات کاملی نداریم در مورد اون کشور، اما میتونیم از طریق این سایت اطلاعات خوب و بروزی در مورد کشور مورد نظر داشته باشیم و حتی میتونیم کشورها رو با همدیگه مقایسه کنیم و اتفاق جالبی هم میفته توی این مقایسه و چیزهای جالبی ما میفهمیم در مورد کشورها. اسم این سایت هست سایت worlddata.info. زمانی که شما میخواید این سایت رو پیدا کنید، فقط کافیه که بیاید توی سایت گوگل و عبارت country comparison یا حالا به صورت country comparison وقتی که بزنید compare any countries world data info و توی اینجا ما میتونیم کشور انتخاب کنیم. حالا ما برای انتخاب دو تا کشور میایم، امروز برای شروع حالا میایم ایران و افغانستان رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. خب ما میدونیم حکومت‌های محترم این دو تا کشور تو حماقت با هم دیگه رقابت دارن. کلمه کامپر رو میزنیم و مقایسه انجام میشه. توی اینجا توضیح میده، میگه که این مقایسه کشورها کوینسایز یعنی یه اوورویوی دقیق و تابلویی از اعداد دیتاهای رقمیه از پرسپکتیو کشورها، کشورهایی که اینا حالا مد نظرشونه برای ایران و افغانستان، و توضیح داده واسش. حالا میگه تو این سایت ما تو این صفحه میتونیم این اطلاعات رو ببینیم: جنرال انفورمیشن، انفراستراکچر، جمعیت، کوالیتی آف لایف. اون چیزی که ما برامون مهمه جنرال انفورمیشنه، خب کوالیتی آف لایف، اکانومی اقتصاد و زیرساخته است و خود آب و هوا و زبان، اینها مهمه. و البته خب ریلیجن هم هست. یادتون باشه کشوری که هر چقدر مذهبی تر باشن اوضاعشون به هم ریخته تره، داغون تره. این حرف رو نمیخوام از روی تعصب بزنم، من از روی اعداد و ارقام بهتون میگم اینا. خب جنرال انفورمیشن رو شما نگاه کنید، ریجن منطقه افغانستان جنوب شرق آسیا است، ایران هم همینجور. مساحتش اریا افغانستان اینقدر 652,000 کیلومتر مربع و ایران 1,700,000، تقریبا 3 برابر افغانستانه. زبان ملی پشتون مال افغانستان، مال ایران فارسیه. نوع حکومتش افغانستان پرزیدنشال اسلامیک ریپابلیکه، ایران هم اسلامیک ریپابلیکه. توی اسلامیک ریپابلیک بودن با هم دیگه مشترکن، جمهوری اسلامی هن. افغانستان جمهوری ریاستی اسلامیه، حالا یه لول بالاتر از ایرانه تو این زمینه. میگم یه رقابت دارن با هم دیگه. تاریخ استقلالشون رو زده افغانستان تو این تاریخ، ایران تو این تاریخ. پایتختشون کابل، تهران. جمعیت اومده مطرح کرده، جمعیت افغانستان 40 میلیون، ایران 87 میلیون نفر. لایف اکسپند اینهابیتنتس کیلومتر، یعنی افراد ساکن تو کیلومتر مربع، تو هر کیلومتر مربع تو افغانستان 61 نفر زندگی میکنن، میانگین تو ایران 50 نفر. که این خب تقسیم جمعیت بر مساحت کشور رو تقسیم کنید این عدد به دست میادش. لایف اکسپکتنسی برای افراد میل مذکر، یعنی تو انتظار طول عمر و توی افراد آقایون توی افغانستان 60 ساله، توی ایران 72 ساله. توی خانم‌ها افغانستان 65 ساله، ایران 78 ساله. معمولا
مردا خب کمتر عمر کنن نسبت به خانوم ها، این تو همه کشور رو صدق میکنه. اوریج ایج، میانگین سن، خب 19.5 سال تو افغانستان، تو ایران 31 سال، افغانستان 19 سال. خب تو افغانستان جنگ، کشت و کشتار زیاده، معمولا افراد جوون میمونن، مسن‌ترا زودتر میمیرن. ایران خب یه کمی شاخصاش توسعه یافته تره و بیشتر جمعیت به پیری داره نزدیک میشه. برث ریت نسبت تولد رو زده، نسبت مرگ رو زده انقدر، و نرخ مهاجرت خب با این عدد نشون میده. کوالیتی آف لایف، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این اگه برای هر کشوری بخواید ببینید حتما باید اینو بیاید ببینید. کوالیتی آف لایف، کیفیت زندگی که ارزش گذاری شده بین 0 یعنی خیلی بد تا 100 خیلی خوب. پولیتیکال استابیلیتی، وضعیت ثبات سیاسی، افغانستان 26، ایران 18. خیلی جالبه افغانستان ثبات سیاسیش بالاتر از ایرانه، این جالبه. سیویل رایتس، حقوق شهروندی، مال افغانستان 9، مال ایران 13. وضعیت سلامت رو ببینید، آب و هوا رو ببینید، همجوری عددی که داده. خب آب و هوا یکم افغانستان بهتر زده، ایران کویرهای خیلی خشکی داره، اینو توجه داشته باشید. ولی خب اون ور شمال خیلی خوش آب و هوایی هم داره، یعنی یه مقدار نامتقارن از این جهت ایران. هزینه زندگی، این خیلی مهمه. هزینه زندگی ببینید تو افغانستان 100، خیلی خوبه، یعنی ارزونه، زندگی تو افغانستان پر از ارزونه. ایران 30، حالا میرسیم آماره بال بهتری هم داره. محبوبیت، پاپولاریتی، افغانستان 63، ایران 41%، 41. وضعیت اقتصادیشون که پول رایجشون افغانی، مال افغانستان یک افغانی معادل 100 پولسه، مال ایران ریاله، ریال یک ریال ایران 100 دیناره. نرخ بیکاری خیلی مهمه تو کشوری که میرید، حالا با کشوری متمدن رو با هم مقایسه میکنیم، موقع آمارا رو میبینید که چجوریه. مثلا مال آلمان حدود 3.3%، اینجا مال افغانستان 13.3، مال ایران 11.5. میدونید اینا هم با آمار بازی میکنن، یعنی آن امپلوی ریت تو ایران و افغانستان خیلی بالاتر از اینه، 20.20%. علتش اینه که میان میگن هر کسی که در هفته یه ساعت کار میکنم تو ایران مثلا شاغل محسوب میشه، یا 2 ساعت یا 4 ساعت. بعد خانمای خانه‌دار هم میگن که خب اینا دارن تو خونه کار میکنن، بنابراین شاغل محسوب میشن. یعنی با این نگاه تازه اینقدر رسوندنش به این اینقدر آمار بازی کردن. ولی اینفلیشن ریت، نرخ تورم، مال افغانستان 2.3%، یعنی 2.3%، مال ایران 43%، و حتی بیشتره. اینو باز اینجا لطف کرده اینجوری گذاشته، ما تورم های وحشتناکی داریم تو ایران و خیلی اوضاع ایران بده تو این زمینه. هزینه زندگی، اینجا ما یه وقتایی شوخی میکنیم، میگن که تو ایران یا افغانستان، مثلا ایران، داریم هزینه زندگی آمریکا رو میدیم ولی داریم با شرایط شعب ابی طالب زندگی میکنیم. دقیقا همینه، ببینید مال آمریکا 100%، ایران 92%، یعنی تو ایران تقریبا 92%، نزدیک به 100% هزینه آمریکا رو داریم پرداخت میکنیم، ولی کیفیتی که داریم دریافت میکنیم هیچی نیستش به معنی واقعی کلمه. نه آزادی اجتماعی داریم، نه اقتصادی داریم، نه درآمد، اینفلیشن ریتمون افتضاح، آن امپلویمنت ریتمون نرخ بیکاری بیداد میکنه، فساد بیدار میکنه و افتضاح. این اکانومی خیلی مهمه، اینو حتما تو کشور رو ببینید اگه خواستید ببینید. افغانستان 20%، 20% آمریکاست، یعنی شما 1/5 آمریکا هزینه دارید تو افغانستان، و این خب خیلی خوبه از این جهت. ولی خب اگه بتونید پول در بیارید، یعنی اگر یک افغانی بره توی آمریکا کار کنه میتونه خانواده‌اش رو به بهترین شکل تأمین کنه، این آمار اینو داره میگه دقیقاً به ما. ولی یه ایرانی اگه توی ایران بره آمریکا کار کنه، پولی که میفرسته خیلی هشتش گروه نوه. همچنان کامرشال تکس، مال افغانستان 71%، 40%، مالیات های تجاری و اون توضیح هایی که توضیح ثروتی که انجام میشه. اوریج اینکام، میزان درآمد، خب اینجا برای افغانستان خیلی بده شرایطش، سالیانه درآمد سالیانه 390 دلار، در صورتی که برای ایرانی 3000 رو، البته ماهیانه است فکر میکنم،
390 دلار 3000 خورده. این قطعا الان ایرانی اینقدر نیست، این آمار حالا فکر کنم سالانه باشه، این سالانه زده به این صورته. و شاخصی که خیلی مهمه Corruption Index، شاخص فساد، افغانستان 76، خیلی بد، ایران 75. چه رقابت تنگ و تنگی دارن، چه میکنن این دوتا کشور با هم دیگه. 75-76، افغانستان 1% بدتره از نظر فساد از ایران. یه مرحله دیگه، یه کم دیگه بره بالاتر، مثلا جوری میشه که اونجا آدم رو میپزن میخورن، مثلا حکومت طالبان میگه که ما این به بعد میتونیم کسی که دینش با ما فرق کنه رو بگیریم بپزیم بخوریم، یا حکومت ایران مثلا میتونه بگه که هر کی که به مقام عظمای ولایت توهینی کرد ما میتونیم بپزیم بخوریمش دیگه. اون میشه مثلا 80 احتمالاً، یا 77-78، اون دیگه در این حدن. و خیلی شاخص افتضاحی برای ایران و افغانستان. در مورد جی دی پی، گروس دامستیک پروداکت، یعنی تولید ناخالص داخلی، توضیح داده که خب 14 میلیارد دلار مال افغانستان، مال ایران 359 میلیارد دلار، و میزان صادرات و وارداتشون رو اینجا زده. اینا زیاد حالا دیگه مهم نیست برای کشوری که میخواید برید، ولی مقایسه کرده اینفراستراکچرشون چقدر اینفراستراکچر دارن، رود ویس، جاده، راههای مسیر آبی. خب ایران انقدر داره، افغانستان انقدر داره، اینا رو میتونید ببینید. انرژی بالانسش، مصرف انرژی، خب ایران خیلی بالا، ایران میدونیم روی شاهراه انرژی نشسته، چیزی که زیاد داره انرژی، صادرات انرژی زیادی داره ایران به نسبت، خب خیلی، افغانستان صفر اصلا صادرات انرژیش. خب طبیعیه چون منابع کمتری داره این چیزا. واردات انرژی، خب افغانستان خیلی به واردات انرژی وابسته تره. میزان انتشار گاز CO2، خب ایران خیلی بالاتره باز دوباره، چون صنایع سنگین داره. تلکامیونیکیشن، ارتباطاتش، ارتباطات ماهواره اینترنتی، شماره پیش شماره افغانستان -93، ایران 98، پسوند اینترنتش افغانستان AF، ایران .IR. و لند لاین، خطوط زمینیش انقدر، توضیح داده. موبایل سلولرز، میزان دستگاه‌های موبایلشون، تلفن همراه، سرورهای اینترنت، این خطوط مثل خطوط فیبر نوری، خطوط مخابراتی و سیستم بهداشت. این خیلی، اینم خیلی مهمه، یادتون باشه این برای کشوری مختلفو باید ببینید. تخت بیمارستان به ازای هر 1000 نفر، تو افغانستان کمتر از یکیه، تو ایران 1.5. خب این خیلی بده، وضعیت بهداشتی افغانستان خیلی خرابه. فیزیشنز، این دکترها به ازای هر 1000 نفر انقدر، تو ایران 1 انقدر. دیابت انقدر نسبتش نزدیک به هم دیگه. HIV خب دارن، بیماری هایی که هستش. و میزان سیگار، مصرف سیگار، خب چاله به تو افغانستان دخانیات بالاتر از ایرانه. وضعیت خب هوایی، میزان اینجا هم توضیح داده که حالا چجوریه برش مبنیه. دی تایم تمپرچر، دمای روز، طول روز معمولا میانگینش حالا زده 24 درجه است، افغانستان ایران 26 درجه. و اینجا شرجی بودن، روزهای بارونی توی افغانستان بیشتره یه مقدار. و زمان سانشاین، آفتاب در روز چند ساعت افغانستان؟ 82 ساعته، ایران 81 ساعته. در مورد زبان توضیح دادی که مثلا چقدر فارس زبان داره، پشتو زبان داره، هر کدوم از اینا. ایران انقدر فارس زبان داره، انقدر آذری داره، انقدر کرد زبان داره، زبان لوری داریم، گیلکی داریم، مازندرانی داریم، خیلی متنوع ایران تو این زمینه، بلوچی، ترکمن، بختیاری و زبانهای دیگه هم حالا هست، عربی هم که اینجا زده. و بخش ریلیجس، دین، من توصیه میکنم کشوری میخواید برید اینم ببینید، اینم مسئله مهمیه که خب 99 درصد اسلام، 96 درصده. و مسیحیت افغانستان خب هیچی، الان دیگه طالبان فکر کنم میخورن مسیحی ها رو. ایران 4 درصد، 4 دهم درصد داره،
بهایی ایران انقدر داره تقریبا و دین های دیگه تقریبا 2% و خب این خیلی مهمه. این حالا آتئیست هم میتونن برای بعضی از ادیان. و من این سایت رو بهتون معرفی میکنم، حتما حتما بیاید کشورها رو ببینید. حالا من کشوری دیگر میام با تون مقایسه میکنم و اطلاعات خوبی در موردشون بهتون میدم. ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنید و امیدوارم روزگار خوبی داشته باشید. بدرود.